همونطور که شاید شنیده باشید، در این هفته اخیر موضوع جالب علمی مطرح شد در ارتباط با ذرات هیگز اصطلاحاً، یا بهتر بگوییم میدان هیگز. اما میدان هیگز چه هست؟ یا ذره هیگز چه هست؟ من امروز سعی می‌کنم که بیشتر راجع به صحبت بکنم. اما خبرها این بود که فیزیکدان معروف استیون هاکینگ عنوان کرده بود که ما باید این ذرات هیگز و به اصطلاح یا میدان هیگز رو جدی بگیریم، چون حقیقتش این هست که محاسبات نشون میده که ذرات هیگز میتونن باعث عدم تعادل در خلأ کوانتومی بشن و به یک معنا یک به اصطلاح شرایطی رو به وجود بیارن که این عدم تعادل در خلأ کوانتومی باعث به وجود آمدن یک اصطلاحاً میگن حباب خلأی بشه که میتونه با سرعت نور منبسط بشه و در واقع میشه بگیم که انگار که یک عالم جدیدی رو به وجود آورده. البته احتمال چنین اتفاقی بسیار بسیار اندک هست در اینکه بخواد در روی زمین مثلا اتفاق بیفته. انرژی که لازم هست که شما بتونید به اون حالت برسید که امکانش باشه که یک چنین تونل کوانتومی به اصطلاح اتفاق بیفته در خلأ که اون هم خلأ کوانتومی هست، بسیار بسیار زیاده. و برای همین شتاب دهنده هایی که در روی زمین این امکان رو دارن که بتونن به چنین انرژی هایی برسن وجود نخواهد داشت. بنابر گفته هاکینگ، اگر که شما بخواید یک شتاب دهنده بسازید که به اون انرژی مورد نیاز برسه، اون شتاب دهنده بزرگتر از زمین خواهد بود. اما خب پرسش این هست که اگر این گونه هست، بعد اون وقت تکلیف به اصطلاح من دارم سعی میکنم که اینجا یک پریزنتیشنی رو هم نشونتون بدم که برایتون از نظر تصویری هم قابل فهم تر باشه. اما ممکن هست که ما در روی زمین نتونیم شتاب دهنده هایی رو بسازیم مثل اونی که الان در اروپا و در سرن هست. ممکن است که نتونیم اون رو بسازیم و فرضاً به انرژی هایی برسیم که بتونه باعث ناپایداری در خلأ کوانتومی ما بشه و عالم جدیدی رو به وجود بیاره. اما در خود عالم که چنین انرژی هایی وجود داشته. به همین دلیل من احساس کردم که شاید بد نباشه که ما تا به حال یک مروری بر فیزیک ذرات بنیادین داشتیم، بر فیزیک بر مورد کیهانشناسی داشتیم، در مورد فیزیک کوانتومی داشتیم. امروز من میخوام مرور بر فیزیک ذرات بنیادین انجام بدم. اگر که بهروز عزیز لطف بکنه در اتاق فرمان. و بله، اولا اینکه امروز بحثی رو که من خواهم کرد احتمالاً باعث خواهد شد که شما یه مقدار تصویرتون نسبت به دنیا عوض بشه. ما به دنیای ذرات بنیادین میریم که در دنیای فیزیک کوانتومی است. خب قبلا هم راجع به این با هم صحبت کرده بودیم که ماده و انرژی به هم دیگه مربوطن. تفاوتی از نظر فیزیک نوین بین ماده و انرژی نیست، ولی واقعا تفاوت بین اقسام ماده چیه؟ ماده هر چیزی است که دور و بر ما وجود داره، هر چیزی که بچه به یک نوعی با یک حسگری در هر مقیاسی که امکانش هست بشه اون رو شناخت. ماده به طور کلی همونطور که گفتم میتونیم اون رو تقسیم کنیم به دو گروه بزرگ، لپتون ها و هادرون ها. هادرون در معنی لغوی به معنای
ذرات ترکیب شونده هستن، ذرات ترکیبی هستن، یعنی مرکبن، ذرات مرکب در واقع، به این معنی که خودشون از ذرات کوچکتری درست شدن. لپتون ها ذرات بسیار سبکی هستن. تمام ذرات باردار الکتریکی جز لپتون ها قرار دارن، به اضافه نوترینوها که ذرات بودن که ما تا به حال فکر میکردیم در واقع اینها نوترینوها رو فکر میکردیم که مثل فوتون ها با سرعت نور حرکت میکنن، اما امروز میدونیم که اینها جرم بسیار اندکی دارن و با مکانیزم هیگز و دیگران که حالا به اسم مکانیزم سازوکار هیگز شناخته شده، میتونیم بفهمیم که چرا نوترینوها جرم بسیار اندکی دارن. در مورد هادرون ها مفصل‌تر صحبت خواهم کرد و در واقع تمام فیزیک ما برمیگرده به این که بفهمیم ذرات از چه ترکیب شدن و ساخته شدن و فعل و انفعال، واکنش بین اینها، تعامل بین اینها از چه طریق خواهد بود که اون از طریق نیرو خواهد بود. بنابراین در نظریه فیزیک ذرات بنیادین ما چهار نیرو رو میشناسیم. یکی نیروی که در سمت راست تصویر هست، نیروی گرانش، نیروی ضعیف هسته‌ای، نیروی قوی هسته‌ای و نیروی الکترومغناطیسی. هادرون ها میدونید که الان در مرز بین سوئیس و فرانسه یک شتاب دهنده بسیار بزرگی که هست که میتونه تا 1 تریلیون الکترون ولت انرژی بده به ذرات، اینها رو بهشون شتاب بده و به همدیگه بکوبوننشون. این رو اصطلاحا بهشون میگن LHC که مخفف لارج هادرونیک کلایدر هست، یعنی برخورد دهنده بزرگ ذرات هادرونی. ذرات هادرونی همونطور که گفتم ذرات مرکب هستن که خود این هادرون ها یا میتونن باریون باشن اصطلاحا یا مزون باشن. باریون ها خودشون از 3 تا ذره کوچکتری به نام کوارک تشکیل شده، اما اما اگر 2 کوارک در کنار هم دیگه قرار بگیرن ذراتی به اسم مزون رو درست میکنن. به هر حال همه اون چیزی که من گفتم، یعنی ذرات به اضافه نیروهای ما بینشون، عالم مادی ما رو که ما میتونیم راجبش حرف بزنیم و عملا از لحاظ علمی بتونیم به محک آزمون بگذاریم رو تشکیل میده. بنابراین چه گل زیبای روزی باشه که در کنار شماست، یا کهکشانی مارپیچی همانند کهکشان ما، یا اقیانوس و غروب آفتابی، و یا خانم زیبایی که در وسط این تصویر میبینین، همه اینها متشکل از اون ذرات بنیادینی هستن که شما دارید در تصویر میبینین. من از بهروز خواهش میکنم یه بار دیگه تصویر بزرگ نشون بده، تصویر من رو برداره. این در واقع مثل جدول تناوبی عناصر شیمیایی، جدول تناوبی ذرات بنیادینه که نشون میده ذرات بنیادین به چه شکلی در این جدول قرار گرفتن. همینطور که میبینین ما 6 نوع کوارک داریم که با حروف لاتین UDCSTB به رنگ صورتی مشخص شدن، و 6 نوع لپتون داریم که با رنگ خاکستری مشخص شدن، و 4 ذره بنیادینی داریم که نیروی یا ابر نیروها در واقع از اون ذرات تشکیل شدن. نسل اول ذرات بنیادین، یعنی ستون اول رو اگر در نظر بگیرید، از کوارک بالا U به معنای up، down به معنای پایین، و الکترون تشکیل شده و 1 نوترینویی که وابسته به این الکترون هست. نسل دوم ذرات بنیادین، بنیادین یادتون باشه به این معناست که یعنی دیگه قابل تفکیک و تقسیم نیستن، حداقل با توجه به تصویری که ما اکنون داریم. ممکن است 150 سال 200 سال دیگه اگر که انسان ها همچنان در روی کره زمین باشن تصویر بهتری رو به جهانیان اون روز ارائه بدن. تصویر ما تصویر علمی است، علم دائما در حال تغییره و سعی میکنه که مرتب خودش رو به حقایق بیرونی در طبیعت نزدیکتر و نزدیکتر بکنه. نسل دوم از 2 کوارک C به معنای برگرفته شده از چارم به معنای شگفت، strange به معنای عجیب گرفته شده، و همینطور نوترینو و لپتون میون که از اون گرفته، در واقع در لپتون ها قرار میگیرن. و بالاخره نسل آخر
که پر انرژی ترین و پر جرم ترین کوارک ها هستند. پر جرم ترین کوارک، کوارک تاپ هست. این کوارک 150 هزار برابر سنگین تر از الکترونه. بعد کوارک ته رو داریم یا باتم و نوترینوی تا و همینطور ذره بنیادی تا. و بعد در اونجا شما چهار ذره بنیادینی که عامل نیرو هستن، به وجود آورده یا منتقل کننده نیرو هستن بین ذرات باردار الکتریکی. این نیروی الکترومغناطیسی است که عمل میکنه. اون حرف در واقع یونانی گاما، گاما به نشان دهنده فوتون هست. فوتون ها عامل نیروی الکترومغناطیسی هستند. بین هر ذره بارداری نیروی الکترومغناطیسی عمل میکنه در وهله اول. بعد حرف جی رو میبینید، حرف لاتین جی رو میبینید. جی برای نشان دهنده ذرات بنیادینی هست که عامل نیروی قوی هسته ای هستند، که اصطلاحا ما به اونها میگیم گلوآن، یعنی ذره چسب. چون وقتی که در درون هسته اتم ذرات باردار الکتریکی مثبتی که بر قاعده دافعه الکترومغناطیسی باید اینها همدیگر رو با شدت بسیار زیادی دفع بکنن، اما همچنان اینها در کنار همدیگه در واقع پروتون ها با ذرات باردار الکتریکی مثبت در کنار نوترون ها که ذره با بار الکتریکی خونسا هستند رو مثل چسب کنار هم دیگه نشون میده و حدود 137 بار قوی تر از نیروی دافعه یا رانش الکترومغناطیسیه. ما سه ذره دیگه داریم به نام زی و دبلیو پلاس و ماینس که اینها ذراتی و بنیادینی هستند که عامل انفجارات هسته‌ای هستند، نیروی ضعیف هسته‌ای. و البته در این مدل استاندارد شما نامی از هیگز و همینطور نامی از گراویتون که ذره حامل نیروی گرانشی است نمی‌بینید. خب ما تصویری که از فضا داریم این هست که ماده از یک مقدار زیادی از عناصر مختلف تشکیل شده. عناصر از اتم ها تشکیل شدن. در درون اتم الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها قرار دارن. خود پروتون ها و نوترون ها از ذرات بنیادی تری به نام پروتون، به نام کوارک عضو میخوام تشکیل شدن. در اون دایره زرد رنگی که شما میبینین در واقع حالا یک شکل نمایشی است از پروتون، و پروتون ها در واقع از سه ذره کوارک تشکیل شدن، برای این هادرون هستن. اتفاقی که داره در سرن میفته این هست که ذرات پروتون با انرژی بسیار زیادی به همدیگه برخورد داده میشن تا این پروتون ها هر چیزی که درونشون هست بیرون ریخته بشه و بشه ذرات بنیادین دیگری رو دید. همونطور که میبینید در درون یک پروتون در وهله اول کوارک هایی قرار گرفتن، در واقع دو کوارک بالا آپ و یک کوارک پایین داون در درون پروتون قرار گرفته. و بین این سه پروتون هم جالب هست که بدونید که چیزی حدود فقط 10% جرم پروتون ناشی از این سه کوارکه. بقیه جرم پروتون ناشی از انرژی. گفتم تفاوتی ما بین انرژی و ماده رو نمیبینیم در فیزیک. 90% ما بقیه جرم پروتون رو انرژی ناشی از این گلون ها یا چسب هسته‌ای تشکیل میدن. سوال بعدی این هست که آیا خود کوارک ها از ذرات بنیادی تر دیگه ای تشکیل شدن یا نه، که به نظر میاد که شاید پاسخ این پرسش در نظریه ریسمان ها باشه که پیشتر از اون من برای شما صحبت کردم. بنابراین همونطور که میبینید به نظر میاد که تشابه جالبی بین جدول تناوبی بین عناصر شیمیایی که به ما میگه هر کدوم از عنصرها چه به چه ترتیب آرایش اتمیشون هست. مثل فرض کنید هیدروژن که میدونیم از یک پروتون در درون هسته و یک الکترون که به دور هسته داره میچرخه تشکیل شده، و یا مثلا هلیوم که از دو پروتون و نوترون و دو الکترون تشکیل شده.
یا یه گازیدهی مثل نئون. اینها جدول تناوبی به ما میگه که آرایش اتمی عناصر به چه ترتیبه. پس تقریبا میتونیم بگیم که تمام عناصر از اتم ها تشکیل شدن که اتم ها هم همشون از پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها تشکیل شدن. اما اگه به جدول ذرات بنیادین توجه کنید میبینید که اونها از پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها تشکیل شدن که خود پروتون ها در واقع از کوارک ها درست شدن به اضافه الکترون ها و گلوئون هایی که کوارک ها رو به هم دیگه میچسبونه و فوتون هایی که باعث جاذبه بین الکترون ها و ذرات باردار مثبت یعنی پروتون ها میشه. خیلی خب، این یک مقایسه طرحواره ای است بین جرم بزرگی از نظر منظورم وزن، یا بهتر بگم جرم ذره بنیادی کوارک بالا، کوارک تاپ و کوارک باتم، یعنی کوارک پایین. یعنی حتی در همون نسل سوم شما ببینید که چقدر کوارک تاپ که آخرین کوارکی بود که پژوهشگران توانستن پیدا کنن، کوارک تاپ چقدر پرجرم‌تر از کوارک ته هست. و همون رو شما مقایسه کنید، حتی اون دوتا کوارک رو مقایسه کنید با کوارک شگفت یا دلربا چارم به اصطلاح، که این کوارک چارم تازه در حد و اندازه کوارک بسیار بزرگتر از کوارک مثلا کنید بالا یا پایین هست. و در درون کوارک چارم، کوارک شگفت یا استرنج هم میتونید ببینید که در واقع شاید سخت باشه دیدنش، اما در اون کره سبز رنگی که میبینید، اون کره سبز رنگ اگر نشان دهنده کوارک شگفت کوارک دلربا یا فریبنده باشه، چارم که با سی مشخص شده، در درون اونم شما یه اس میبینید که اون نشان دهنده بزرگی و جرم کوارک شگفت هست. ما کوارک ها رو همینطور یک تقسیم بندی دیگه ای هم میکنیم. البته این تقسیم بندی است بر اساس خواص کوانتومی این ذرات، ولی اصطلاحا این فیزیکدانان رومانتیک یا شاعر پیشه بگم، به هر صورت به جای اینکه از اعداد کوانتومی استفاده کنن، از واژه رنگ استفاده میکنن. کوارک ها یک خاصیت کوانتومی دیگه ای دارن که ما اصطلاحا هم به اون میگیم رنگ این کوارک ها. رنگ کوارک ها در واقع یک نوع شبیه بار الکتریکی که مثبت و منفی داریم، اما رنگ کوارک میتونه سه نوع باشه. حالا به یک نوعی میشه این رو تصور کرد که چون یک اتم در کل باید خنسا باشه، یا اینکه فرض کنید که یک از نظر رنگی عزمم، یه پروتون از نظر بار رنگیش باید خنسا باشه، بنابراین وقتی که یک پروتون از سه تا کوارک تشکیل شده باید رنگ کوانتومیش سفید باشه. و به این ترتیب هست که ما سه رنگ اصلی رو در نظر میگیریم، همون سرخ و سبز و آبی، که ترکیب این سه رنگ به ما رنگ سفید رو بده. وقتی رنگ سفید رو داد، یعنی اینها از نظر اصطلاحا میگن کوانتوم کرومودینامیکس، کرومودینامیک کوانتومی، اینها رنگ خونسا دارن. خب حالا اگر که من بخوام که در مورد وضعیت این نیروها با شما صحبت بکنم، باید بگم که قوی ترین نیرو در طبیعت همونطور که گفتیم نیروی قوی هسته‌ایه. این نیروی قوی هسته‌ای که عامل این نیروی چسب هسته‌ای گلوئون ها هستند، یادتون باشه ذرات حامل نیرو جرمشون باید صفر باشه. اگر صفر نباشه، اون موقع اینها ذراتی هستند که بسیار، یعنی نیروهایی هستند که برد بسیار بسیار کمی دارن. فرض کنید که در مورد فوتون ها که عامل نیروی الکترومغناطیسی هستن، اینها جرمشون صفره و عملا نیروی دوربردی هستن. گلوئون ها هم
به همین شکلن، که البته ما 9 نوع مختلف گلوئون داریم و برعکس فوتون ها که با هم دیگه هیچ نوع واکنشی نشون نمیدن، برای همین هم هست که شما اگه یه نور آبی و یه نور قرمز داشته باشید به صورت نورای لیزری، اینها از توی همدیگه رد میشن، برای اینکه فوتون با فوتون برهمکنش انجام نمیده. حالا برای اینکه یه ایراد علمی هم از این بعضی از فیلم های علمی تخیلی بگیریم، دوستانی که علاقه من به برنامه به فیلم های جنگ ستارگان بودن شاید یادشون باشه که در اون فیلم اونجا با شمشیرهای لیزری قهرمانان فیلم با هم دیگه به مبارزه می پردازن. واقعیت اینه که این غلطه، دو لیزر با هم دیگه برهمکنش نشون نمیدن و برخوردی هم نشون نخواهند داد. اگر شما بخواید یک فیلم علمی تخیلی که با فیزیک جور در میاد درست بکنید، برای اینکه دو شمشیری بسازید که بتونن با هم دیگه برهمکنش کنن، اون دو شمشیر باید شمشیری از جنس گلوئون باشه، چون گلوئون ها تنها ذرات بنیادین حامل نیرو هستن که خودشون با خودشون هم برهمکنش انجام میدن. بنابراین اگه یک شمشیر گلوئونی داشته باشید و یک شمشیر دیگر گلوئونی رو بیارید، با هم دیگه شما میتونید جنگ بسیار مدرن گلوئونی رو انجام بدید که فوتون ها نمیتونن انجام بدن. اگر که شدت نیروی قوی هسته‌ای رو یک فرض کنیم، شدت نیروی الکترومغناطیسی بین 100 تا 1000 بار کمتر از نیروی قوی هسته‌ای است و نیروی ضعیف هسته‌ای که برد بسیار کوتاهی داره، به خاطر اینکه ذراتی که حامل این نیروی ضعیف هسته‌ای هستن بسیار جرم اندکی دارن، اما چون صفر نیستن ما به اونها میگیم ذرات سنگین، و این ذرات میتونن باعث بشن که برد این نیرو که نیروی ضعیف هسته‌ای باشه بسیار کوتاهه. برای همین هم هست که ما در زندگی روزمرمون حسش نمی کنیم. و بالاخره نیروی گرانش هست که بسیار بسیار نیروی ضعیفی است. این نیرو احتمالاً از ذراتی به اسم گراویتون درست شده که گفتم به حال حرف و حدیث بسیار زیادی براش هست که آیا ما این رو بالاخره در عالم دیدیم یا ندیدیم به طور مستقیم یا غیر مستقیم. و میدونید که یکی از مدل هایی هم که ما ارائه دادیم این هست که به چه ترتیب باید این نیروی امواج گرانشی اولیه یا ثقل دیده بشه. به هر صورت اگر در این مثالی که میبینید، در این طرحواره‌ای که پایین میبینید، اگر که فکر کنید که دو دختری که در روی این قایق قرار دارن مثل در واقع دو تا جرم مختلف، جسم مختلف باشن، بسته به خواص کوانتومی که دارن اون توپی رو که دارن به همدیگه پرت میکنن و میگیرن، در روی مثلا فرض کن یک دریاچه هستن که میدونیم که اصطکاک بسیار کمتری وجود داره، شما اگر این توپ رو یکی از خانم ها به یه خانم دیگه ای پرتاب بکنه، اینها واکنش نشون میدن خودشون هم. مثلا در این مورد ما میگیم که مبادله ذرات با همدیگه مسئولیت در واقع نیرو رو داره، بنابراین تبادل ذرات هست که در فیزیک ذرات بنیادین نیرو رو به وجود میاره. پس ما هر چیزی که میشناسیم دور و برمون از اتم ها تشکیل شده. فرض کنید که یک موی انسان که حدود 50 میکرون هست، 50 میلیونیوم متر هست، از اتم تشکیل شده. حتی یک موی بسیار نازک ما، خود اتم اندازه بسیار کوچیکی داره، حدود یک آنگستروم هست، یعنی یک روی ده، اینجوری بخوام بگم عدد یک و ده تا صفر به این معنی که نزدیک میشه به یک ده میلیاردیوم متر، یک دهم نانومتر، یک ده میلیاردیوم متر در واقع میشه بگیم اندازه یک هسته اتم هست. بنابراین اتم ها نقش بسیار مهمی رو در میدونید در شناخت ما از طبیعت بازی کردن و همینطور در تکنولوژی، و به نظر میاد که در روی روابط
اجتماعی انسان‌ها هم تأثیر بسیار زیادی گذاشته. اولین بار در سال 1887 این بینش قدیمی و غالب نشکن بودن اتم ها بالاخره شکسته میشه. در سال 1897 متوجه میشیم که اتم ها از ذرات، یعنی اتم یک ذره بنیادی نیست، خشت بنیادی طبیعت نیست، خودش از ذرات کوچکتری به نام هسته اتم و الکترون ها درست شده. خب البته بعدا متوجه شدیم که حتی هسته اتم هم از ذرات کوچکتری به نام پروتون و نوترون درست شده، همونطور که گفتم. جالبه که ما معمولا میگیم که فضای نامتناهی در واقع چیزی جز فضای تهی نیست. جالبه که بدونید که فضای تهی در درون اتم بسیار بزرگتر از فضای تهی است که در بیانه کهکشان ها وجود داره. 99.999% اتم ها خالیه و ما چنین خلایی رو در حتی فضای ما بین کهکشان ها هم نداریم. بیش از 99.999% فضای درون اتم ها خالی است. به یک نوعی البته همچنان اغراق شده، ولی این کره ای که دارین میبینین، این تصویر دایره ای که میبینین نشون میده که عملا یک نقطه ای در مرکز این دایره هسته اتم هست، یک نقطه ای در حاشیه این دایره الکترون هست و ما گفتیم الکترون ها و پروتون ها که الکترون ها ذرات بار الکتریکی منفی هست و پروتون ها که ذرات بار الکتریکی مثبت دارن از طریق نیروی جاذبه الکترومغناطیسی با هم دیگه دارن برهمکنش انجام میدن و عملا بقیه فضا خالی است، همونطور که میبینید. پس شما از یک سری فضای خالی بسیار زیادی تشکیل شده. حالا همین وضع و حتی شاید بدتر در مورد اون چیزی که در درون هسته اتم در درون خود پروتون ها وجود داره و نوترون ها، گفتم خود پروتون ها و نوترون ها از ذرات کوچکتری به نام کوارک تشکیل شدن. در واقع اصلا کوارک ها رو دیگه نمیشه اینجا نشون داد. برهمکنش کوارک ها البته از طریق گلون ها هستن. مثلا در یک پروتون میبینید از سه ذره کوارک درست شده، دو ذره آپ کوارک، دو ذره کوارک بالا و یک ذره داون کوارک، یک ذره کوارک پایین، و این ذرات دارن از طریق گلوئون ها یا این چسب هسته‌ای با همدیگه برهمکنش نشون میدن، ولی عملاً فضای پروتون ها و نوترون ها خالی است. یک فضای میتونید بگید خلایی وجود داره در اینجا. پس میشه گفتش که در واقع بیشتر عالم خالی است و اون چیزی که داره عالم رو پر میکنه نه این ذرات، بلکه نیروی که بین این ذرات دائما در حال عمل هست فضای ما رو داره پر میکنه، عالم ما رو پر میکنه. در واقع میشه گفت که اگر که یک نیرو مثل ارتش باشه، سربازان اون نیرو، سربازان اون ارتش حامل اون نیرو هستند که من برای شما گفتم. همونطور که گفتیم داستان ما از رادرفورد شروع میشه در انگلستان که برای اولین بار نشون داد که برعکس اون تصویری که پیشتر از اون وجود داشت، در واقع بار مثبت اتم در یک جایی متمرکز هست و بیشتر فضای اتم خالیه و ما بقیش هم اگر ذره‌ای وجود داشته باشه ذرات با بار منفی هستن. خب این همانند شما شبیه این تصاویر رو در مورد سیارات دیدید و ستاره ها، حالا من میخوام در مورد عالم خرد این رو به شما نشون بدم. ردیف اول که به آبی رنگ در بالا میبینید در واقع داره به شما تقسیم بندی که ما از ذرات بنیادی میکنیم، میتونیم ذرات بنیادی رو به دو بخش کلی فرمیون ها و بوزون ها تقسیم بکنیم. فرمیون ها برگرفته شده از نام فیزیکدان ایتالیایی آمریکایی انریکو فرمی گرفته شده به علت اینکه این نوع ذرات
ذراتی هستن که تبعیت میکنن از یک نوع قوانینی که بر اینا صادقه. به طور کلی فرمیون ها ذرات بسیار غیر اجتماعی میخوام بگم هستن. به هیچ وجه نمیشه دو تا فرمیون رو که تمام حالت های کوانتومیشون، تمام اعداد کوانتومیشون یکسان هست در کنار هم آورد. به هیچ وجه ترجیح میدن که منزوی باشن و برعکس اونها بوزون ها هستن که گرفته شده از نوعی به اصطلاح آمار کوانتومی هستن که برای نخستین بار سکانت را بوز دانشمند هندی این رو فرمول بندی کرد و برای همین هم به افتخار او این ذرات به اسم بوزون شناخته میشن. بوزون ها برعکس فرمیون ها ذراتی هستن که بسیار بسیار اجتماعی ان، میتونید میلیارد ها از اون رو کنار هم دیگه قرار بدید حتی اگر تمام اعداد و حالت های کوانتومیشون یکسان باشه. نمونه واضح بوزون ها پروتون ها هستن، فوتون ها هستن، یعنی ذرات حامل نور. برای همین هم است که ما میتونیم که روشنایی داشته باشیم، وگرنه باید در هر لحظه فقط یک دونه بوزون رو میفرستادیم. خوشبختانه بوزون ها از آمار بوزون، از آمار بوز اینشتین تبعیت میکنن و در نتیجه تمام ذرات حامل نیروها اینها بوزون هستن. یعنی اینها میشه بگیم که یک کمی حالت اجتماعی دارن، حاضر هستن که در کنار همدیگه کار بکنن. که این ذرات فوتون ها هستن، ذرات WZ که برای نیروی ضعیف هسته‌ای هستن، گلوئون ها که برای نیروی قوی هسته‌ای رو تامین میکنن و بالاخره نیروی ثقل یا گرانش رو که احتمالاً ذرات گراویتون به وجود میارن. اما فرمیون ها خودشون به دو دسته کلی تقسیم میشن که قبلا هم بهتون گفتیم، یا اگه یادتون باشه من بهتون نشون دادم که فرمیون ها خودشون از هادرون ها و لپتون ها درست شدن. لپتون ها ذرات بسیار سبک بنیادینی هستن که شامل الکترون و میون و تاون میشن به اصطلاح. و هادرون ها خودشون از ذرات ترکیبی هستن، ذرات مرکب هستن. اینها از ترکیب 3 یا 2 کوارک به وجود میان که اگر که از ترکیب 3 کوارک به وجود بیان به اونها میگیم باریون، اگر از ترکیب 2 کوارک به وجود بیان به اونها میگیم مزون. باریون ها مثل پروتون ها و نوترون ها هستن، مزون ها مثلا مثل مزون کیان و پیان هستن که اینها میتونن نقش بسیار مهمی رو در تبدیل ذرات بنیادین به همدیگر بازی بکنن. و بالاخره هسته اتم همونطور که گفتم از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده که اونها جزء این هادرون ها قرار میگیرن. خب ما به نظر میاد که شواهدی داریم که نشون میده که الکترون در درون هسته اتم چه قرار گرفته. با آزمایش‌های متفاوتی که میشه انجام داد ما میتونیم بفهمیم که در درون هسته، در درون اتم یک هسته متمرکزی قرار داره که همونطور که دیدید و شاهد بودین این باعث میتونه بشه با فرض کنید پرتاب کردن یک ذره نور فوتون بتونیم بفهمیم که از پراکندگی اون ذره نور بتونیم بفهمیم که به چه ترتیبی ساختار اون اتم هست. خب اجازه بدید اینجا به طور مختصر بگم که برای نخستین بار وقتی که فیزیک کوانتومی رو با نسبیت تلفیق کردن، اولین بار پال دیراک فیزیکدان بسیار معروف برنده جایزه نوبل این کار را انجام داد و پیش بینی کرد که علاوه بر ذرات باید یک سری ضد ذره هم وجود داشته باشه و این به همین دلیل هم ما متوجه شدیم که ضد ذراتی وجود دارن
این ضد ذرات به این معنی هستن که تمام حالت‌های کوانتومی یکسانی دارن، به غیر از اینکه بار الکتریکیشون یکسان نیست و خلاف هم دیگه است. و برای اولین بارم این ذرات در پرتوهای کیهانی که اصطلاحا بهش میگن پازیترون، یعنی ضد الکترون، جرمش برابر جرم الکترونه و بار الکتریکیش متفاوته، به دست اومد. خیلی خب خیلی اهمیت داشت کشف ذره پازیترون که ضد الکترون هست، برای اینکه به ما نشون میداد که تبادل انرژی و جرم به چه ترتیب انجام میشه. باز هم تکرار میکنم، در برنامه های پیشینم گفتم تفاوتی میان انرژی و ماده نیست. انرژی و ماده دائما میتونن تبدیل به هم بشن، شبیه این سلایدی که الان اینجا دیدید. مثلا فرض کنید که وقتی که یک الکترون و یک پازیترون، یعنی یک ضد الکترون، به هم دیگه برخورد میکنن، از برخورد اینها دو تا ذره الکترومغناطیسی فوتون به وجود میاد و بنابراین شما عملا با تلفیق دو ذره بنیادین مثل الکترون و پازیترون توانستید که انرژی تولید بکنید. برعکس این هم امکان پذیر هست. خب حالا کار ما چیست؟ همونطور که گفتم در فیزیک کار ما این هست، در علم کار ما این هست، برعکس کسانی که مدعی هستن که همه چیز رو همه و به همه ترتیب میدانن، ما خیلی کم میدونیم و اونایی که میدونیم رو اما خوب میدونیم و دائما هم سعی میکنیم که نسخه های بهتر و جدیدتری بهش ارائه بدیم. برای همین هم هست که شما هر سال تلفن هاتون رو سعی میکنید که تلفن های جدیدتری بگیرید، برای اینکه ما خطاهامون رو اصلاح میکنیم، صادقانه هم میگیم خطاهامون کجا بوده و چطوری میتونیم بهترش کنیم. راه ما این هست که از یک نگاه تقلیل گرایانه و کاهش گرایانه بریم تا جایی که میتونیم مسئله رو ساده کنیم و بعد بهش پیچیدگی اضافه کنیم. پس از ساده میریم به سیستم های پیچیده و نهایتا میخوایم از سیستم های پیچیده به سیستم های ساده بریم. ما تا سال 1930 فکر میکردیم فقط سه ذره بنیادین وجود داره. خب بعد متوجه شدیم که این ذرات بنیادین در همه جا هستن. این ذرات بنیادین اتم ها رو به وجود میارن، مولکول ها رو به وجود میارن، نهایتاً دی ان ای ما رو به وجود میارن، نهایتاً ما انسان ها و دیگر موجودات روی زمین رو به وجود میارن. پس به نظر میاد که طبیعت بسیار ساده شد، همش تونست از سه ذره بنیادین به وجود بیاد. اما کشفیات جدید نشون داد که ذرات بنیادین بیشتری وجود دارن و به نظر میاد که طبیعت خیلی پیچیده تر از اونی هست که ما قبلا تصور میکردیم. خب پس ذرات بنیادین فقط ستا نیستن، خیلی بیشتر. در واقع ما امروزه ما یک باغ وحشی از ذرات بنیادی رو داریم، ذرات بنیادینی که از اتم ها شروع شدن و امروزه به کوارک ها ختم میشن. کوارک چیه؟ کوارک اولین بار ایدش توسط موری گلمن، فیزیکدان بسیار معروف که الان هم در علوم مغز و اعصاب داره تحقیقات میکنه در یک مرکز بسیار مهمی در ایالت آریزونا، با خوندن کتابی از جیمز جویس با واژه کوارک آشنا شد. کوارک به معنای کبوتران سنگین وزن هست و او از این واژه استفاده کرد همراه با جورج زویک و اینها در واقع اولین مدلی رو دادن که نشون میداد که پروتون ها و نوترون ها خودشون میتونن از ذرات کوچکتری به نام کوارک تشکیل شده باشن و همونطور که بعدن دیدیم ذرات کوارک رو توانستن تقسیم بندی کنن در سه نسل متفاوت.
حالا همه این مسائل برمیگرده به یکی از خواص بسیار مهم در فیزیک کوانتومی که به ما نشون داد که طبیعت یک خاصیت دوگانه از خودش نشون میده. طبیعت موج ذره اصطلاحاً. حتی در فیزیک ما دیگه تفاوتی بین ذره و موج قائل نمیشیم. ذره میتونه خاصیت موجی بودن از خودش نشون بده، موج میتونه خاصیت ذره بودن از خودش نشون بده. تفاوت موج و ذره چیست؟ موج در یک جا قرار نداره، در فضا گسترده است، اصطلاحاً موضعی نیست، محلی نیست، جهانی است. ذره برعکس اونه، ذره در یک نقطه است، در یک محل مشخصی است، جایگزیده است. موج یک مسئله است که پیوستاره، پیوستگی داره. ذرات با همدیگه پیوسته نیستن. در همونطور که دیدیم در بین ذرات فاصله های بسیار زیادی وجود داره و به این ترتیب ما این خاصیت دوگانه رو که میگیم هم میتونه موج باشه هم ذره باشه، یکی از چیزهای بسیار عجیب و غریبی است که طبیعت به ما نشون داده و فیزیک کوانتومی توانسته تا حد زیادی اون رو رمزگشایی بکنه. برای همین هم بود که بالاخره در سلک استنفورد لینیر اکسلراتور کوارک ها تونستن پیدا بشن. این شتاب دهنده خطی ذرات بنیادین، ذرات بنیادین رو در یک فاصله نزدیک کمی بیش از 3 کیلومتر به هم دیگه، یعنی در اول شتاب میده و بعد در یک مسیر 3 کیلومتری اینها رو با شتاب بیشتری به حرکت میداره. آخر سر هدفی رو که در فاصله بیش از 3 کیلومتری هست رو مورد اصابت قرار میده و به این ترتیب میشه فهمید در درون اتم ها چیست. در سال دهه 1960 کوارک ها یواش یواش پیدا شدن. پس نگاه بکنید یه بار دیگه، شلیک از نقطه سمت نقطه زرد رو در نظر داشته باشید و شلیکش به هدف. بسیار خوب. و به این ترتیب ما میدونیم که ما انسان ها از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شدیم، بنابراین موجودات زنده عملا از کوارک ها تشکیل شدن. پروتون ها دو کوارک بالا دارن و یک کوارک پایین. نوترون ها همطور که در تصویر سمت راست میبینید دو کوارک پایین و یک کوارک بالا دارن. پس کوارک ها از سال 1969 به بعد ما متوجه شدیم که بنیادی ترین ذرات طبیعت هستن و پروتون ها و نوترون ها از اونها ساخته شدن. این مطابق با پیشبینی بود که گلمن و زویگ در سال 1964 انجام داده بودند و نهایتاً هم جایزه نوبل رو به خاطر همین پیش بینیشون دریافت کردن. بنابراین درون پروتون ها و نوترون ها کوارک ها رو داریم و نیروهایی که داره بین این کوارک ها عمل میکنه که به اسم نیروی قوی هسته ای شناخته میشه. بسیار خوب، این باز یک بار دیگه سه خانواده کوارک ها رو میبینیم همراه با بار الکتریکیشون. کوارک ها بار الکتریکی کسری دارن. مثلا فرض کنید کوارک تاپ که در پایین جدول سمت راست میبینین بار الکتریکیش دو سوم بار الکتریکی الکترون هست و بار الکتریکی مثبت داره و ترکیب همه اینها در واقع ترکیب این شش کوارک و شش تا ضد کوارک برای ما دنیای ذرات بنیادین رو میسازه. خب این به طور مختصر نشون میده که این ذرات بنیادین کی و کجا کشف شدن و احتمالاً چه نوع جرمی رو دارن. میبینید که جرم کوارک تاپ 175 جی ای وی هست، اصطلاحاً 175 بیلیون الکترون ولت یا میلیارد الکترون ولت هست که در سال 1995 این آخرین کوارکی بود که در فرمی لب در شیکاگو به دست اومد. حالا سوال اینه که آیا تمام عالم از فقط کوارک ها و الکترون ها درست شدن؟ خب نه، فقط اون نیست، همونطوری که گفتم ذرات ریزتر دیگه هم هستن به نام در طبیعت به نام نوترینو ها که ما تا مدت زیادی فکر میکردیم که اینها جرمی ندارن و باید با سرعت نور حرکت کنن، اما به نظر میاد که نوترینو ها هم جرم اندکی دارن و
فهمی در این عالم ما بازی میکنن. در واقع به ازای هر الکترون پروتون ما نزدیک 1 میلیارد نوترینو داریم که البته فراوان ترین ذراتی هستن که در طبیعت وجود دارن، مانند شبح هستن، از درون همه اجسام عبور میکنن، از درون بدن ما هر ثانیه میلیون ها نوترینو عبور میکنه بدون اینکه بدن ما به هیچ واکنشی نشون بده، برای اینکه نوترینو ها برهمکنشی انجام نمیدن با ذرات دیگر. خب نوترینو ها همونطور که گفتم، مثلا وقتی که شما میرید در کنار ساحل آفتاب بگیرید، نزدیک 30 میلیون نوترینو از در هر لحظه داره از بدن شما گذر میکنه. بسیاری از این نوترینو ها فسیل های تاریخی هستند که از بیگ بنگ یا مه بانگ به ما دارن میرسن. بسیار طبیعت به ما لطف داشته که این نوترینو ها برای بدن ما مشکلاتی رو ایجاد نمی کنن. در واقع تمام اجسام میتونیم بگیم که نسبت به این نوترینو ها شفاف هستن. ما نوترینو های بسیار زیادی رو هم از خورشید میگیریم. خورشید نوترینو های زیادی رو تولید میکنه. در هر سانتی متر مربع از سطح زمین نزدیک 10 میلیارد نوترینو که از طرف خورشید درست شده داره عبور میکنه. بنابراین نوترینوها بسیار بسیار فراوان هستند در عالم. و باز هم یک بار دیگه جدول تناوبی ذرات بنیادی رو ما میبینیم. کوارک ها در بالا، 6 کوارک، البته 6 ضد کوارک هم داریم، 6 لپتون، و همونطور که میبینید در لپتون ها که با رنگ کرم مشخص شدن، دو تا در درون اون جعبه ها دو تا رنگ بنفش میبینید که اونها در واقع نوترینوهای عظمی خواب. ردیف وسط رو میبینید که نوترینوها رو برای ما مشخص کردن. بسیار خوب، یکی دیگه از کارهایی که گلمن انجام داد مطالعه راجب ذرات میون بود که در اونجا دیدین، و میونها هم نقش مهمی رو دارن در طبیعت و فراوانی که در طبیعت دارن. اینها البته جزء سه خانواده لپتون ها قرار می گیرن. حالا هر خانواده با هم دیگه جور میشه. فرض کنین نوترینوی الکترون و الکترون با خانواده کوارک بالا و پایین، نوترینوی میون و میون که الان راجع به صحبت می کردیم با کوارک شگفت و کوارک دلربا یکی میشن، در یک نسل قرار میگیرن، و نسل سوم نوترینوی تاو و تاو با کوارک بالا و ته. این هم جدولی است که نشون میده که در واقع آماری است که نشون میده از نظر تقسیم انرژی بیشتر این ذرات انرژی های بسیار ناچیزی دارن یا جرم بسیار ناچیزی دارن نسبت به جرم کوارک بالا یا ته. خب حالا قضیه این هست که این کوارک ها به چه ترتیب تونستن این جرم رو کسب بکنن. من وقتم به پایان رسید، هفته آینده این مبحث رو دنبال خواهیم کرد که چرا یک دفعه چنین تفاوت جرمی وجود داره که فرض کنین کوارک تاپ باید 175 برابر از یا بیشتر از کوارک بالا یا پایین جرم بیشتری داشته باشه، یا 150 هزار برابر جرمش از الکترون بیشتر باشه. چرا فوتون باید جرمش صفر باشه؟ دقیقاً کار علم همین هست که کنجکاوی بکنه و هیچ مرز مقدسی رو نشناسه. بار دیگه تکرار میکنم، ما در علم نه چهره مقدس داریم، نه پیامبر داریم و نه قدیس داریم. همه کس و همه چیز قابل نقد در علم، و شما میتونید همه کس و همه چیز رو با نظریاتشون به چالش بکشید. اگر کسی در علم ادعای پیغمبری بکنه، او پیغمبر دروغینه. علم پیغمبر نداره، چهره مقدس هم نداره، رهبر فرزانه هم
نداره. تا هفته آینده با برنامه دیگر از برنامه‌های علمی مهبانگ، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. فراموش نکنید به آرشیو برنامه در صفحه فیسبوک ما سر بزنید.